با درود حضور بینندگان گرامی و ارجمند تلویزیون ایران فردا من سیروس مشکی وکیل دادگستری خوشبختم که بار دیگر این توفیق رو دارم که در خدمت شما بینندگان گرامی باشم همون گونه که میدونید برنامه در جستجوی عدالت روزهای پنجشنبه از ساعت یک بعد از ظهر از این کانال تلویزیونی به نظرتون میرسه و همچنین میتوانید اون رو در فیسبوک یا یوتیوب تعقیب بفرمایید این برنامه اختصاص داره به مسائل حقوقی اجتماعی و تاریخی و کارگردان فنی برنامه هم آقای سپر هستند که با مهارت و استادی این برنامه رو هدایت میفرمایند در هفته گذشته اشاره داشتم به مسئله کانون خانوادگی و تأسیس حقوقی یعنی سازمان حقوقی ازدواج که افراد می وارد او بشوند یا نشوند ولی وقتی شدند آثار حقوقی و قانونی اون به حکم قانون تعیین می شود و دیگه افراد در همه شعون زندگی خانوادگی اختیار و تصمیم شخصی ندارند راجب تعریف ازدواج در حقوق ایران و امریکا مباحثی برسون رسوندم و اینکه تحولاتی که در روابط زن و مرد و یا افراد پیدا شده است و انواع مختلف ازدواج هایی که ما امروز در دنیا میشناسیم و اینکه به کدام سمت و سو میرود اما بعد از اینکه بحث ازدواج رو مطرح کردیم و راجع به چند همسری یا تک همسری و شعن و فضیلت انسان در اینکه از میل فطری چند همسری بودن بیاد بیرون و یگان پرست بشود هم بحثی داشتیم امروز لاجرم میپردازیم به مسئله انحلال کانون خانواده یا مسئله طلاق اصولا در ایران شما طلاق رو میتونید یا یعنی جدایی رو میتونید یا از طریق طلاق انجام بدهید یا از طریق فسخ نکاح فسخ نکاح در صورتی است که یکی از دلایل قید شده در قانون وجود داشته باشه مانند زندانی شدن یا محکومیت بیش از پنج سال همسر یا بعضی از بیماری هایی که هم از لازه جسمی و هم از لازه حیثیتی بسیار ناگوار هست اشخاص همسر دیگه میتونه تقاضای فسخ ازدواج بکنه یا در صورتی که اشکالاتی در شخص شخص مقابل وجود داشته باشه از لحاظ فیزیکی و بدنی که مانع از انجام روابط زناشویی باشه یا احیانا مواردی که در انگلیسی به او فراد میگویند و در اصطلاح فقه عربی و حقوق ایران تدلیس نامیده میشه و معروف ترین نوع تدلیس یا یه نوع برداریه در ازدواج تدیس الماشته بوده در قدیم که وقتی یک دختر خانمی که از زیبایی بهره نداشته میخواستن به صلاح آبش کنن و همسری رو که آمده یا خواستکاری که آمده تشویق کنن که او رو بگیره یک ماشته یعنی یک آرایشگر خیلی ماهر رو میآوردن آوردن و این رو چنان بزک میکرد که شناخته نمیشد و مرد هم خواستگار هم یک دل نصد دل عاشق میشد و او رو میگرفت و بعد در شب زفاف متوجه میشد که وقتی اون بزک و دوزک ها از بین میرفت چهره واقعی همسر رو میدید و دچار وحشت میشد میتونست به استناد اینکه اینجا تدلیس الماشته شده یعنی توسط آرایشگر کلاهبرداری انجام شده فسخ کنه نکار رو وقتی فسخ بشه یک ازدواجی معنیش اینه که اصلا صورت نگرفته یعنی از ابتدا رابطه ای وجود نداشته حالا ازدواج ها بعد دو جوره فسخ ازدواج یا ابطال ازدواجه که اگر ابطال بشود یعنی اصولا عقدی صورت نگرفته اگر فسخ بشود یعنی عقد صورت گرفته ولی از این لحظه منحل شده است و دیگه آثار طلاق به او جاری نیست چون اسمش فسخه ولی اگر طلاق باشه خب آثار حقوقی از قبیل نفقه و اینها بهش تعلق میگیره بنابراین ما در حقوق ایران سه جور انحلال رابطه زناشویی داریم ابطال و فسخ و طلاق در امریکا هم ما داریم ازدواج هایی که وایدبل هستن یعنی قابل ابطال هستن و ازدواج هایی که انال میشن یعنی فسخ می شوند در واقع یا ابطال می شوند و همچنین دیورس که مسئله به علاوه علاوه بر این سه نوع ما نوع دیگری هم از جدایی در حقوق امریکا داریم و به او میگویند گویند سپریشن یا جدایی یعنی افراد می توانند بروند در دادگاه ثبت کنند که ما از این تاریخ قانون از با هم زندگی نمی کنیم هم علاز جسمی هم علاز مالی روابط خودمون رو سپریت کردیم و جدا کردیم خب آثاری داره اینا همچنان زن شوهر هستند بی آنکه آثار یک زناشویی واقعی بر اونها بار بشه و سپریشن برای خودش یک آثاری داره اما اینکه فقط بروند در دو خونه زندگی کنند بیان که ثبت کنند اون سپریشن قانونی حساب نمیشه برای کسایی که بخواهند سپریشن قانونی داشته باشن ولی مثلا از آثار مالیاتی مزدوج بودن بهره من باشن باید ثبت کنند سپریشن خودشون رو البته خب در ایران ما طلاق های سه طلاقه شش طلاقه نه طلاقه هم داریم وقتی که زن و شوهری سه بار یعنی مردی سه بار زن خودش رو طلاق بده خب میدونید که باید محلل بیاره و بدون محلل یعنی یک شوهر دیگری باید بیاد این زن رو بگیره و بعد دوباره اگر اون شوهر اول بخواد برگرده و باز اگر این زن شوهر به ششمین طلاق برسن باز بعد از ششمین طلاق هم یک محلل دیگه لازمه ظاهرا در سابقه داشته که پیش بینی شده به نه طلاق هم رسیده یعنی یه زن شوهری نه بار با هم ازدواج کردن و جدا شدن در دفعه نهم دیگه حرام معبد میشن به هم یعنی دیگر تا ابد نمیتوانند به هم بازگردند احتمالا هم شرط عقلی نه یعنی اگر کسی نه بار از یکی جدا بشه احتمالا معنیش این است که این رابطه کار نمیکنه و قرار نیست که بیشتر از این آزموده را بیازمایند اما بعد از این مسائل مربوط به ازدواج و طلاق نکته ای که اینجا من باید اشاره کنم مسئله دو مسئله است یکی حق طلاقه که در ایران اصولا حق طلاق با مرده از به خاطر سوابق فقهی این از ابتدا قانون مدنی هم میگوید مرد هرگاه بخواهد میتواند زن خود رو طلاق بدهد تا زمان تشکیل دادگاه های حمایت خانواده در ایران و وضع قانون حمایت خانواده در زمان شاه و بعد با اصلاحاتی که در این شد و قوانین جدیدی که بعد از انقلاب در این زمینه وضع شد خانم ها اصولا حق طلاق نداشتند و با قانون حمایت خانواده به نوعی حق طلاق مرد محدود شد باید به دادگاه مراجعه بکنه و اعمال کنه این حق خودشو و خانوم هم در مواردی حق پیدا کردن که به دادگاه مراجعه کنن و تقاضای طلاق بکنن در حال حاضر شکل حقوقی سیستم ایران اینگونه است که همچنان مردان میتونن بدون دلیل به دادگاه مراجعه کنن برای طلاق همسرشون ولی خانم ها اگر بخوان مراجعه کنن برای طلاق باید دلیل داشته باشن و معمولا دوازده دلیل در اقدامها ها بینی می شود که نظیر بیماری های صعب العلاج یا محکوم شدن به حبس های طولانی و یا سوء معاشرت که امکان ادامه زندگی رو غیر ممکن بسازد و این گونه مسائل در این گونه موارد زنها میتونن برند تقاضای طلاق کنند نوع دیگری هم پیش شده است و اون دادن حق وکالت به زن هست برای انجام طلاق از طرف شوهر در این زمینه اگر چنین شرطی در سند ازدواج قید شده باشه و امضا کرده باشن طرفین دیگه زن لازم نیست که یکی از اون دوازده مورد رو ثابت کنه بلکه میتونه به وکالت از شوهر چون شوهر میتونه هر وقت بخواد زنش رو طلاق بده این زن هم با استفاده از وکالتی که میگیره در هنگام ازدواج برود و تقاضای طلاق بکنه <applause> اما نکته مهم و بسیار قابل توجه این است که در دهه 1980 یعنی چند سال بعد از وقوع انقلاب اسلامی یک شرطی رو اضافه کردند به عنوان شرط ضمن عقد یا عقد خارج لازم که در بعضی از عقدنامه های ایرانی قید شده است و افراد می توانند زن و شوهر در موقع ازدواج این رو امضا بکنند یا نکنند و اگر امضا بکنند تابع این شرط خواهند بود برای اینکه راجع به این شرط توضیح بدم که روشنگر باشه باید اشاره بکنم به سیستم کامیونیتی پراپرتی که در 11 ایالت امریکا در حال حاضر مجرا هست و اون اینه که زن و شوهر از تاریخ ازدواج آنچه که به دست میارن مشترک است دارایی ها و بدهی هاشون در تاریخ ازدواج هر چقدر باشه در صورت جدایی باید تقسیم بشه بین اینها این رو بهش میگن کامیونیتی پراپرتی و البته اگر که منشأ اون دارایی ارث باشه یا هدیه باشه یعنی اگر مثلا شوهر شوهر پدرش فوت کنه یا خانم مادرش فوت کنه و ارسی برای او بگذاره این جزء اموال مشترک حساب نمیشه بلکه مربوط به خود اون ارث برنده هست و همچنین هدیه اگر کسی بیاد هدیه مثلا پدر شوهر بیاد یه قالیچه بده و بگه هم عروس عزیزم دلم میخواد این قالی رو تو بندازی تو اتاق خودت و ازش لذت ببری خب معلوم میشه که این هدیه رو به عروسش داده و بنابراین شوهر اون خانوم شرکتی در اون هدیه پیدا نمیکنه و مالکیتی پیدا نمیکنه بنابراین هدیه و ارث مستثنا از مسئله اشتراک اموال ولی در سایر موارد در ایالاتی که نظام اشتراک اموال یا کامیونیتی پراپرتی برقراره اموال و بدهی ها تقسیم میشه در ایالاتی هم که قاعده اشتراک اموال رو ندارند در امریکا در بیشتر این ایالت ها یک سیستم های دیگری پیش بینی شده از قبیل اکویتبل دیویژن یعنی که به نوعی به هر حال تقسیم میکنن اموال و منتها گاهی وقتا پنجا پنجا نیست بیشتر یا کمتر به هر کدوم از همسرها ممکنه برسه

کی بچی عشق منو باختی برو که بی حقیقتی تو قلب من جاد نیست اونقدر از تو دور شدم که دیگه پیدا نیست تو رفیق نا که بد شدی ای بای خونه آتش زدنو بلد شدی ای بای برو که بی حقیقتی تو قلب من جاد دور شدم که دیگه پیداست نیست هوایی <موسیقی> تازه تر میخوام عاشق و نفشه هم و نفشه های تاره های نهربون چه کنم خدا فقا و نفش نیست ناز نیست تو نگاه نرگسا شراب شیراز نیست رو که بی حقیقتی تو قلب من جات نیست اونقدر از تو دور شدم که دیگه پیداست تو ببین به کی به چی عشق منو باختی چه کنم چه کار کنم تو منو نشناختی تو ببین به کی به چی عشق منو باختی برو که بی حقیقتی تو قلب من جاد نیست اونقدر از تو دور شدم که دیگه پیداک نیست تو رفیق نارفیق چه بد شدی ای بای خونه آتیش زدن و بلد شدی ای بای برو که بی حقیقتی بو قلب من جاد نیست اونقدر از تو دور شده خب بعد از دیدن این ویدیو زیبا برمیگردم به دنباله برنامه از کردم که در زمینه اشتراک اموال که در بیشتر ایالات امریکا امروز یا سیستم کامیونیتی پراپرتی است یا نظامی که به همون نتیجه یا نتیجه مشابهی میرسد ولی در ایران ما چنین بحثی نداشتیم یعنی اموال زن و شوهر بعد از ازدواج مخلوط نمیشد بلکه بر اساس نص سریع قانون ایران خانم ها و آقایون هر کدوم مالکیت مطلق و منحصر به فرد در اموال خودشون حفظ میکردن حتی بعد ازدواج و حتی برای اموالی که بعد از ازدواج به دست می آوردن این سیستم خب غالبا یک نواقصی رو یا یک اشکالاتی رو به بار می آورد به ویژه وقتی که خانم ها جدا می شدن از آیون و چون ساپورت در ایران یا نفقه که مرد باید میداد داد به زن معمولا حداکثر سه ماه و ده روز بود و بیشتر از اون نبود تازه در بعضی از موارد که اصلا نفقه هم وجود نداشت یعنی حتی سه ماه و ده روز هم وجود نداره مثل طلاق باین و اینها بنابراین یک مقدار بی ادالتی بود نسبت به خانمها ها به خصوص اینکه بازار کار در اختیار آقایون بود درآمد رو آقایون تحصیل میکردن ولی اموالی رو که به دست آورده بودن در زمان ازدواج وقتی که جدا میشدن برای خودشون نگه داشتند و میبردن و زن رو فقیر و موسر و نادار و ناتوان برجا میگذاشتند در دهه 1980 در قانون ایران یک تغییر دادند و اجازه دادند که یک متنی به عقدنامه های ایران اضافه بشه البته این, این متن اجباری نیست بلکه زن و شوهر در تاریخ وقوع عقد یا امضای قرارداد ازدواج می توانند این رو امضا بکنند و به این بپیوندند یا نپیوندند در این عقد اغ... به این ترتیبه در های ازدواج ایران میگوید تذکر سردفتر ازدواج مکلف است شرایط مذکور در این قباله را مورد به مورد به زوجین تفهیم و آن شرطی معتبر است که مورد توافق زوجین واقع و به امضای آنها رسیده باشد بعد شماره یک در ضمن عقد نکاح یا عقد خارج لازم که البته یک تعریف حقوقی است که توصیفش از حوصله این بحث خارجه میگه در ضمن این عقد زوجه شرط نمود هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نبوده زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلا عوض به زوجه منتقل نماید حالا یعنی چی یعنی میگه که اینا توافق کردن که اگر طلاق صورت بگیره ولی زن تقاضای طلاق رو نکرده باشه مرد باید تقاضا کرده باشه و وقتی هم مرد تقاضا کرده دلیل تقاضای طلاقش بعد دفتاری خانوم نباشه بلکه هوسرانی یا هوسبازی شوهر باشه در چنین صورتی تا, تا نصف اول گفتن نصف بعد یه تا اضافه کردن یعنی میتونه خیلی کمتر باشه تا نصف اموالی رو که شوهر در زمان ازدواج به دست آورده دادگاه تعیین کنه بگه اینا رو بدید به همسر به زن یا معادل اونو ارزش اونو بدن خب آثار این شرط چیه؟ آثار این شرط اینه که اللحاظ حقوقی تقریبا معنایی نداره برای اینکه اولا یک تبعیز مبتنی بر یک تبعیز بسیار فاهش و زننده نوشته شده اولا خانوم ها میتونن تا تا, تا نصف اموال یعنی میتونه مثلا یه درصد اموال هم باشه تا حد اکثر نصف اموال رو که در زمان زناشویی به دست آورده بگیرن اما انقدر شرط و شروط در این گذاشتن که بنده تا حالا فکر نمی در هیچ موردی به اجرا در آمده باشه اول اینکه خانوم نباید توازای طلاق آقا باید تقاضای طلاق کنه بنابراین اگر زنی به سطوح بیاد از بددفتاری شوهرش شوهر دائم الخمر مست دائم کتکش بزنه یا قصد کشتنش رو داشته باشه یا همه اینها زن اگر بره تقاضای طلاق کنه تمام حقوق خودش رو نسبت به این ماده دست میده بنابراین تقاضای طلاق نباید به خواسته زن باشه دوم اینکه حتی اگر شوهر تقاضایی طلاق میکنه و بیاد بگه من طلاقم به خاطر اینه که زنم بد اخلاقه بازم به زن هیچی تعلق نمیگیره این برابر اینقدر محدودش کردن که فقط در مواردی که یک مرد خیلی خیلی منصف با وجدانه با فضیلتی بیاد بگه که من میخوام طلاق بدم زن منم بهترین زنهای عالمه هیچ تقصیری هم نداره بیاد نسوان تا نسوان انوال منو بگیرید بدید به اون و بنابراین میدونید که با وجود اینکه اندیشه پشت این شرط یک اندیشه مترقی بوده یک اندیشه به اصطلاح مدرن و امروزی بوده و میخواستن که یک نوع بیعدالتی رو که در زمینه حقوق خانم ها همواره در سرزمینه ما و جوامع از اون دست رایج بوده است جبران بکنن محاضا چون مرد سالارانه نوشته شده این قانون و این ماده عملا بی اثر شده و مثل بسیاری از ادبیات حقوقی دیگر ما که انقدر به قول خود آخونده انگولت توش آوردن یا انقدر اگر و مگر و چون و چرا و چه کردند که در عمل هیچ نتیجه ای به بار نمیاره اما اگر روز این ماده این شرط رو اصلاح بکنن و بنده این رو در یکی از کتابهای خودم مفصل راجب به این شرط نوشتم که ایرادات این شرط چیه و چگونه میشه با اصلاح چند کلمه حتی این رو درست کرد و کاری کرد که در واقع اون فلسفه ای که مراد قانونگذار بوده که نسبت به خانم ها تا حدودی رفع اجحاف بشود و بیعدالتی رو تا حدودی جبران بکنند برطرف بشه اما در شرایط کنونی با توجه به وضعیتی که این ماده داره و همچنان به صورت یک شرط فیکس و آماده در قباله های ازدواج هست تازه اگر زن و شوهر امضا بکنند و به اون بپیوندن این شرط ناقص و غیرقابل اجرا وجود خواهد داشت و الا که همین هم وجود نداره اولا این رو باید یک مقداری از جنبه اختیاری در بیاره قانونگذار ایران و اجباریش بکنه دوم اینکه اون تبعیض اینکه اگر مرد بخواد طلاق بگیره باید این کارو بکنه و این زن بگیره اصلا حقش رو دست میده این رو باید به کلی برطرف بکنن و اصولا در ضمن اون دوازده ماده ای که در اقنامه های ایران گذاشتن که در این طور موارد زن حق داره به دادگاه مراجعه کنه و تقاضای طلاق بکنه یک بام و دو هوای بسیار بیان و فاحش هست و آزاردهنده برای اینکه در مقابل اختیار مطلق مرد که هر وقت بخواد با دلیل و بی دلیل همسر خودش رو طلاق بده اما زن اگر بخواد باید بره یکی از اون مواد پیش بینی شده رو ثابت کنه و احراز بکنه تا بتونه تقاضای طلاق بکنه البته با توجه به تاریخچه فقهی و تاریخچه سیطره افکار فقهایی در ایران و جامعه سنتی و بافت بسیار واپسگرایی که خب همواره وجود داشته در جامعه ما من متوجه هستم که خود این شروط و خود این اصلاحات بسیار مترقی بوده و بسیار اندیشه پیشروی دنبالش بوده اما متاسفانه به نوعی انشا شده که و به نوعی تدوین شده که نتیجه عملی زیادی به بار نمیاره یا اینکه اگر هم نتیجه عملی به بار بیاره همچنان اون افریت کریه تبعیض رو نشون میده ما در بسیاری از پرونده هایی که در دادگاه های امریکا بنده شرکت داشتم در زمینه مسائل مربوط به طلاقی که طرفین یک مقدار در ایران دارایی داشتند و در اینجا میخواستن مهریه رو مثلا وصول کنه یا اموال رو تقسیم کنند و اینها متوجه شدیم به اینکه اصولا این اقنامه های ایران و این شروطی رو که در اقنامه های ایران قید شده است به دلیل اینکه بر اساس تبعیض هست و برای مرد نو فالت دیورس یعنی طلاق بدون دلیل و برای زن فالت دیورس یعنی باید دلیل داشته باشه و یکی از دلایل پیش بینی شده در قانون به خاطر همین تبعیض دادگاه های امریکا معمولا این شروط رو خلاف نظم عمومی دونند در امریکا و اون رو بی اعتبار میشناسن و تمام اینها اعتبار خودش را دست میده به اصطلاح against public policy هست حتی در بسیاری از پرونده ها دیده شده است که مهریه رو مهریه ای رو که در قوانین اسلام پیش بینی شده برای اینکه یک نوع حمایت و پروتکشنی برای حقوق خانم ها باشه در موقع جدایی مهریه رو هم برخلاف نظم عمومی و اگینست پابلیک پالیسی دانستن بسیاری از دادگاه های عالی امریکا که در زمینه این موضوع باید بیشتر توضیح بدیم من بعضی از کیس های پرونده های مهمی رو که به دادگاه های نظر رفته و به اصطلاح سابقه قضایی ایجاد کرده برای دادگاه ها آماده کردم انشاءالله در برنامه هفته آینده راجع به اینکه دادگاه های امریکا در زمینه طلاق های ایرانیان و مسئله مهریه و تقسیم دارایی اونها چه تصمیمی گرفتند در این زمینه با شما صحبت خواهم کرد اگر دوستان و بینندگان گرامی در این زمینه ها سوالاتی داشته باشند یا پیشنهادی داشته باشند در زمینه دنبال این بحث میتوانند با دفتر من تماس بگیرند. تلفن من هست 310 888 1122 888 1122 یا با ایمیل سیروس cirousmeshki.com سوال و مسئله خودشون رو مطرح بفرمایند و من با کمال میل در این جا صحبت خواهم کرد. با تشکر از آقای سپهر تا هفته آینده شما رو به پروردگار میسپارم.